رأس فاسد قوه قضاییه و ادعای مبارزه با فساد. آخوند آمالی داریجانی بار دیگر راجع به مبارزه با فساد صحبت کرد و از برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی سخن گفت. وی به این وسیله می‌خواست اعدام یکی از عوامل دست چندم فساد اقتصادی را استفاده تبلیغاتی کند، اما در این حال کوشید تا اثرات منفی این گونه نمایشات قرون وسطایی بر سرمایه‌گذاری را خنثا کند. جست حمایت از سرمایه‌گذاری گرفت و گفت که قوه قضاییه فقط با فساد و مفسدین اقتصادی برخورد می‌کند. این نمایش‌ها و جست‌های تبلیغاتی در حالی است که همه می‌دانند و در خود رژیم هم اذعان می‌کنند که دستگاه قضاییه خود یکی از کانون‌های اصلی فساد و چپاول است. آخوند صادق لاریجانی، تلویزیون رژیم، 3 دی 97. قوه قضاییه گفت برخورد با مفاسد اقتصادی در واقع حمایت از سرمایه‌گذاری سالم است. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، این برخوردها را لازم و عادلانه دانست و تاکید کرد مفسدان باید بدانند که اگر بخواهند به حقوق میلیون‌ها نفر از مردم تعدی کنند، حتما مورد مؤاخذه و برخورد قرار خواهند گرفت. برخوردها به مفاسد یه جهت دیگه حمایت از سرمایه‌گذاری صحیحه. عده‌ای شاید در خارج کشور بخوان تبلیغ کنن که در جمهوری اسلامی نمیشه کار اقتصادی کرد، با کسانی که مثلا کار اقتصادی میکنن برخورد میشه. این حرف خلافه. جمهوری اسلامی با مفسد برخورد میکنه، دستگاه قضایی برخورد با مفسدین رو در سر لوحه کارش قرار داده، نه هر کسی که سرمایه گذاری صحیحی بکنه. ما اینجا مکررن تأکید کردیم، امروز هم تأکید میکنیم، دستگاه قضایی حامی سرمایه گذاری صحیح در کشور هست. مسئله اساسی این است که ما باید بتوانیم آنچه را که معیار شرع و قانون هست پیاده کنیم. انشاءالله دستگاه قضایی با اهتمام تمام با این مفاسد برخورد خواهد کرد. مفسدین اقتصادی با راه دیگه انتخاب کنند. این سخنان رئیس قوه قضاییه پس از آن است که روز اول دیما رژیم یکی دیگر از عوامل دست چندم فساد اقتصادی فراگیر در رژیم را تحت عنوان سلطان قیر به دار کشید تا به خیال خود ضمن ایجاد ارعاب بر نقش بالاترین دستگاه‌های حکومتی و سردمداران رژیم از جمله قوه قضاییه و رئیس آن آخوند صادق لاریجانی سرپوش بگذارد. قوه قضاییه خامنه‌ای روز 23 آبان نیز 2 تن تحت عنوان سلطان سکه و مفسد اقتصادی را اعدام کرد، اقدامی که خشم و نفرت مردم را به دنبال داشت و انتقاداتی را حتی در داخل رژیم هم برانگیخت. یکی از اعضای مجلس به نام پروانه سلحشوری گفت که محاکمه به اصطلاح سلطان سکه شفاف نبود و مردم در مورد محاکمه و اعدام او قانع نیستند. تشت فساد فراگیر قوه قضاییه دیر زمانی است که از بام به زیر افتاده و موارد لو رفته آن در زمان آخوند صادق لاریجانی بر اثر جنگ و جدال باندهای مافیای حاکم به اوج خود رسید. یک بار در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد و با افشای نوار مربوط به مکالمات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی از برادران فاسد لاریجانی برملا شد. یک فقره از دزدی‌های یکی دیگر از برادران لاریجانی، جواد لاریجانی که در حال حاضر نیز دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است، با علنی شدن نامی مرکز رسیدگی به شکایات مردمی به دفتر رئیس جمهوری در سال 86 لو رفت. این نامه حکایت از آن داشت که محمد جواد لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، طی 7 سال حدود 342 هکتار از زمین‌های ملی اطراف ورامین را تصرف یا تخریب کرده است. در سال 95 در جریان درگیری آخوند لاریجانی و آخوند روحانی و بعضی اعضای باند او و وجود 63 حساب شخصی به نام آخوند صادق آملی لاریجانی لو رفت. سود بانکی تعلق گرفته به این حساب‌ها ماهانه 20 میلیارد تومان و سالانه 250 میلیارد تومان بود که مستقیماً به جیب آخوند لاریجانی سرازیر می‌شد. اما بر روی تمام این موارد سرپوش گذاشته شد و هیچ کدام حتی به یک تحقیقات سوری قضایی هم منجر نگردید.